شامتان شاد. گفتگوی آخر خط را به گونه زنده از نور بیننده هستید. حکومت وحدت ملی و کار مبارزه با فساد اداری. پشت راهبرد جدید مبارزه با فساد چه اهداف نهفتند؟ حکومت وحدت ملی که 3 سال پیش با داعیه مبارزه جدی با فساد اداری و حتی ریشه‌کن کردن آن روی کار آمد و گام‌هایی هم در این راستا برداشت، نه تنها در فرایند 30 سال نتوانسته است به این تعهدش عمل کند، بل به باور خیلی ها از منتقدان این حکومت سبب گسترده تر شدن دامنه فساد در کشور نیز شده است. اشرف غنی رئیس دولت وحدت ملی با ایجاد نهادهای از جمله تدارکات ملی و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، تمامی اسناد، قراردادها و صلاحیتها را به میز خودش جمع کرد و درفش مبارزه جدی برای قطع کردن ریشه های فساد در کشور را به اهتزاز درآورد که سوگمندانه ره به جایی که بایسته و شایسته بود نبرد. با این همه اما به تازگی شورای عالی حاکمیت قانون از آماده شدن طرحی به نام استراتژی ملی مبارزه با فساد تا 2 هفته دیگر خبر می‌دهد که با باور منتقدان و برخی نهادهای دیدبان از جمله دیدبان شفافیت، این طرح نه تنها زمینه برای مبارزه با فساد نیست، بلکه بهانه برای سرکوب، حذف و حاشیه‌رانی مخالفان سیاسی کاخ ریاست جمهوری به ویژه آقای غنی و اطرافیانش است. پس چشم انداز این وضع و این اولویت چیست؟ من رشاد ضریر هستم و برای پاسخجویی به این پرسش بحث میکنم با آقایان منیر احمد نوری استاد دانشگاه و همچنان آرش شهیرپور استاد دانشگاه. خیلی خوش آمدید آقای شهیرپور. کار حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد را در فرایند 3 سال چطور بررسی میکنید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نخست درود بر روح پاک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، در ثانی درود بر روح پاک شهدای مردم افغانستان و سلام و سلامتی یک بار دیگر خدمت شما، خدمت تمامی بیننده ها و جناب استاد بزرگوارمان و تمامی یک سلام ویژه خدمت تمامی دوستانی که در پیش این برنامه هستند و صادقانه کار میکنند. در رابطه با بحث فساد اداری، بدون شک فساد اداری یگانه معلولی که افغانستان کشیده به اون پردگاه بدنامی، حالا بیشتر از این نمیشه که در رده فاسدترین کشورها قرار داده. فساد اداری خود به عنوان یک معلول زاده علت و عوامل متعددی هست. چه علت هست؟ حالا علت‌های متفاوت و متعدد، من میتونم یکی از علت‌ها را بعد از، البته این پدیده بعد از سال 2001 در افغانستان جا افتید، یکی از علت‌های کلیدی از این عدم موجودیت صداقت یا هم امو اراده سیاسی در بزرگاست برای ریشه‌کن کردنش. علت دومی را که من از منظر البته من میبینم و از روزنه‌ای که من دید دارم ایست که تکیه‌گاه‌های بسیار قوی برای فساد پیشگان وجود داره که اینها همیشه فسادشان از در زیر پدیده به نام زبان، به نام سمت، به نام حزب اینها پوش میکنند. اما اینکه با پس از سال 2001 شما قلم دادش میکنید، پیوند با جامعه جهانی به وجه آمریکا هم داره؟ بدون شک. وقتی سیگار شما گزارش های سیگار تعقیب کرده باشین، سیگار هم در آخرین گزارش خود داد در خور مردم داد که در فساد افغانستان خارجی هم نقش دارن و بخصوص امریکایی ها. حتی چند نمونه را هم مطرح کردن که در برای 1,400,000 یک فرد از امریکایی او به 10 سال حبس محکوم میشه. پس در 2001 اونا فساد را آوردند یا زمینش اینجا مساید بود؟ حالا با یک برنامه بدون سنجش وارد افغانستان شدن، با اون پولهای 1 تریلیون دلاری وارد شدن و سرانجام هیچ نوع راهکار و مکانیزمی برای استفاده کردن از اینها نداشت. دقیقاً یادم میاد وزیر مالی 2011 یاد کرد که در افغانستان از پولهایی که آمده 35% اینجا مصرف شده و 75% حسابش اصلا معلوم نیست که این پولها را از روزنه امریکایی ها البته به مصرف رسیده. شما یاد کردین که در این 3 سال بحث مبارزه با فساد اداری، من باز قطعا خوشبین به این مسئله نیستم، چون هر اندازه‌ای که شما نهادهایی برای مبارزه با فساد اداری بیارین، به ما اندازه بدبختی را در حقیقت شما چند ساخته رفتین. حالا ما چند اداره را براتون نام میگیرم. اداره عالی تفتیش داریم در افغانستان،
اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اداری داریم در افغانستان، مرکز علی و قضایی داریم، دادستانی کلا داریم، تفتیش‌های داخلی وزارتخانه ها را داریم. حتی آقای رئیس جمهور کمیته ساخته به نام کمیته مستقل ارزیابی و نظارت که زیر نظر مستقل خودش. حالا با این شش اداره مبارزه با فساد اداری در حقیقت کاری هم به جای نمیارن. این به عمو کشور یا دنیای با اعوذ بالله دو خدایی و یک کشور با دو مدیری، حالا اینجا با یک فساد به نام فساد اداری در افغانستان شش اداره درست است. ولی آقای شهریپور، این شش اداره فقط موجودیت فیزیکی دارن، ولی صلاحیت ها تمامش در قبضه خود آقای رئیس جمهور و اطرافیانش است. اتفاقا بحث حکومت وحدت ملی، فکر میکنم که استثنایی ترین حکومت در روی زمین خدا باشه و فکر نمیکنم نمونه دومش هم شما داشته باشین. در بحث فساد اداری که در نشست بروکسل در اواخر سال 2016 تا سال 2020 15.2 میلیارد دلار کمک هایی هستن که این کمک ها مشروط به برچیدن بساط فساد اداری در افغانستان است. آقای رئیس جمهور اشرف غنی هم اگر یک فرد باشم، من به می باور هستم که امیدی یا برای برنامه های برای برچیدن بساط فساد در افغانستان داشته باشه، ولی امو افراد اشخاصی که به اصطلاح تنیدن اطراف رئیس جمهور در ارگ اونها نمیگذارن که فساد اداری از افغانستان برچیده شود. درست، نبود اراده سیاسی در بزرگان سیاسی را در سال 2001 اشاره کردید، ولی در حکومت وحدت ملی نه. در حکومت وحدت ملی که آقایان غنی و عبدالله با به اهتزاز در آوردن بیرق مبارزه با فساد روی کار آمدند و گام های بلندی را در آغاز برداشتند، اراده قاطع وجود نداشت؟ حالا شما یک مرکز عدلی و قضایی دارین، اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اداری دارین، اینها صدای ما را از اینجا میشنوند و شاید هم که ارگ و کاخ سپیدار هم بشنوند. یک بانکی را که به اصطلاح پروندهش اینها مدعیش هستن که حل کردن، ما میخوایم یک نوت اینجا در ذهنتان بوتم که طبق ماده 65 قانون اجرای جزایی، منی که در این حوزه کار کردیم، در اونجا 9 مورد میارن که یک دعوای جزایی علیه فرد و یا افراد یا نهادها تحریک میشه. یکی از مواردش نشر و پخش یک واقعه جرمی از مطبوعات است. فرد متهم در داخل محکمه یاد میکنه که این آقایان هم با ما بودن، او آقایان هم در داخل ارگ برنامه را یا امو جریان محکمه را از تلویزیون میدیدن، اصلا خمی به ابرو نمی آوردن. شاید هم ممکن آقای رئیس جمهور اون برنامه امو تلویزیون هم دیده باشه و اونهایی را که نام بردن در پهلویش هم ششتن چای میخوردن، ولی از اونها یاد نکردن. فساد اداری، شما برنامه های سیگار ما زیاد تحقیب میکنم برای اینکه در حوزه کاریم است. آقای غنی مشخصا میگید اراده نداشت برای برچیدن فساد. حالا میرم میگم که اگر فرد خودش اراده داشته باشه برای برچیدنش، اون اطرافش که طوری تنیده شده ای اطرافش ایره اجازه نمیتن برای کار کردن. من یک چیز میخوایم بگویم، فساد اداری هم در بخش نظام، هم در بخش سیاست، هم در بخش امنیت، فرهنگ، تمام بخش های این متاسفانه تاثیرگذار است. شما مکتب خیالی داشتین؟ آره، سیگاری را آورد، مکتب خیالی. سرباز خیالی دارین؟ سرباز خیالی، مکتب خیالی. فردی که سرباز خیالی داشت او سفیر شد، فردی که اونجا مکتب خیالی داشت حالا امروز در پهلوی آقای اشرف غنی هم از این نشسته و اونجا صحبت میکنه. اصلا صحبت از اینها، حرف حدیث از اینها هم گفته نمیشه. حالا اگر میاد تمام اینمی موارد و بدبختی ها بالای یک فرد یا چند فرده، از نظر من مهم نیست که این پرونده جزئی، این پرونده بزرگ است، ولی ما یک چیز در افکار عمومی داریم نسبت به یک قضیه که فرضاً یک مثال بزنم، یک کس دروغ گفته به این قضیه رسیدگی کنه و یک کس دیگر همه نقض حقوق بشری کرده، افکار عمومی را ما باید مدیریت بکنیم. حالا افکار عمومی نمی میگن که افراد اشخاصی که با میلیون ها دلار اونها اختلاس کردن، تزویر کردن، سوء استفاده سلطه وظیفه‌ای کردن، مکتب خیالی داشتن، پلیس خیالی داشتن، اونها مورد پیگرد قرار نمی گیرن، متاسفانه اونها در ارم نشستن. ولی فهرستی از آدمای را حتی تا رده های بلند ما دیدیم که علنی دادگاه شدند، به محکمه رفتند و بالاخره حتی به کیفر رسیدند. شما یک نمونه از مثال به استثنای یک قماندانی از کل اردو، یک دو تا هم از فرماندهان امنی ولایات، بین بر ما بگین که چند تا وزیر محاکمه شده، چند تا معین محاکمه شده. اما وزیرای کلیدی بودن که به اصطلاح در توری تنیده شده آقای غنی آمده بودن، اینها هر روز ادعایش بالایشان، گندشان بالا شده میره. مثلا آقای فاروق وردک، خب در این نمونه از وزارت معارفش. حالا شما برای از این که بتانین ارگ میخواییم بگویم که هدف از شما که میمار ارگ خواسته که این بحث خاک بندازه، فرد را به نام زاخلوال میفرسته به پاکستان، در حالی که
متهمین قضیه کابل بانک در داخل محکمه نامی از داخل وال میبرن که بفرمایید اونها هم هستن، حال هوا کجا هستن که بیان حداقل جواب بدن. اینجا من میخوام بگم سببی به نتیجه نرسیدن پرونده کابل بانک سرانجام میبینید ماده به شکل مطلق من میگم برای آقای اشرف غنی احمدزاده به عنوان کسی که در سال قانون اجرای جزای افغانستان کار کرده ماده 56 قانون اجرای جزای افغانستان را نقض کردین و نقض قوانین شکلی افغانستان سزاوار رسیدگی خودش یک جرم جدی است. خیلی ممنون آقای نوری. حکومت وحدت ملی یکی از استدلال‌هاش این هست که کولبار از فساد را از حکومت آقای کرزی، حکومت‌های پیشین که آقای کرزی رهبری می‌کرد، به میراث آورده با خودش و این بار خیلی سنگین است. اراده دارند، توان دارند، برنامه و مکانیزم دارند، گام‌هایی را برداشتند، ولی با توجه به سنگینی بار تا حال نتوانستند آنگونه که ایجاب می‌کرد انتقال بدهند. دیدگاه شما چی است؟ با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان محترم و خدمت استاد محترم، البته اسم من محمد امیر نوری بود. ببخشید. خوب شد که سلام. ببخشید. این که بگیم دولت آیا با فساد مبارزه کرده یا نکرده، میدونین به صورت کلی ما مطلق نگری نباید بکنیم. یعنی یک مطلق نگری نباید بکنیم، یک کلی گویی نباید بکنیم. بریم روی مصادیق. اولین مسئله ای که در اینجا مطرح میشه، ما اگر اجازتون باشه بگذارید که یک دفعه علل این فساد اداری خدمتتون بگم. چون من مدت 6 سال در اصلاحات اداری کمیشنر بودم، یک 3 سال دیگه هم مشاور معاون دوم رئیس جمهور بودم. من خیلی قصه ها را دیدم در متن قضایا بودین تو یک حد. اولین مسئله ای که باعث فساد اداری در کشور میشه تا ما برایتون مثال میزنم از اصلاحاتی داری که من خودم اونجا کمیشنر بودم، جزی مسئولین بودم. ممکنه یک کسی بگه تو هم زیر سوال ماری، مشکل ندارم هم زیر سوال ماری، معنی نداره اگه فساد متعلق ما باشه ما معذفیم که شما هم صحیح مشارک بودیم، باید پاسخ بدیم. ما در اصلاحات اداری چند نوع معاش داشتیم. یک کارمندای بود که تام اواخر با همون معاش سابق حدودی 2000 تا 4000 میگیره. یک معاش کارمند میگرفت که از طریق اصلاحاتی داریم آمده بود بین 6000 تا 25000 30000 بود. یک معاش کارمندان سوپر اسکیل میگرفت که اینا معاش خیلی متاسفانه تعریف شده نبود که اینا تا 2000 دلار میگرفت. اینا معاشش باز دلاری بود. بعدم در کنار او گروهی بود به نام ERTF که عالم شده CBR. اینا معاشش تا لایتناهیه، اصلا مرز برایش تعریف نشده. شما میتونید راحت یک کسی دوستتون باشه تا 10000 دلار و ایش ماهانه معاش بدید. خب این تفکیک جایگاه ها بود، صلاحیت، ظرفیت چی بود؟ مشکل همینه که من خودم در اصلاحات اداری بودم اصلا شاخص دقیقی برای این معاش ها تعریف شده نبود. ما حتی با آقای هم با خودی رئیس کمیسیون صحبت کردیم. ما حتی خب وقت نه تبعیض، منظور این نیست که تبعیض جنبه ای داشته باشه که فلانی از کدام قوم یا از کدام حزب. پس چه تبعیض؟ وقتی که کارمند، یک کارمند، دو تا کارمند عینمون کار، موارد زیاد بود که ما شکایت پیش می رسید. من گفت ما فلانی عینمون کار انجام میدیم، ما دیپلم ما فنیه، او دیپلمش عادیه، او معاش سوپر اسکیل میگیره، من نمیگیرم. خب اینو شما چه تفسیر میکنید؟ ما اگر میخواستم را خیلی هم جدی برخورد کنم، باز من گفت خب شما داری مثلا با خودی کمیسیون داری درگیر میشی، یعنی عضو کمیسیون. پس شما گواه قضیه بودید. بسیار بسیار اشاره داشتید بگذارید بگذارید ولی میگید قومی نه. بگذارید که خدمت شما عرض کنم، خب رفاقت میتونه باشه، همیشه هم لزوم نداره که قومی باشه. ما رفیق شما هستیم، خشاوندی باشه، خشاوندی باشه، رفیق باشه، مقام عالی رتبه توصیه کرده شما را که فلانی را معاش را بالا ببر، فلانی را نبر. ما در اینجا برایتون خدمت شما عرض میکنیم که وقتی بین 2000 دلار افغانی تا 10000 دلار تفاوت معاش هست، تو از اون ماموری که میبینه عین مو کار انجام میده در اون رده پایین قرار داره، از او غیر از فساد چیز دیگری انتظار داری؟ عمر اختیاری پیدا میکنه، محمل درست میکنه، منطق درست میکنه. مگه شرعا ما موظفیم برای خود یک زندگی آبرومند تامین کنیم، دیگرا پارتی داره ما نداره. این یک مسئله که خدمتتون عرض کردیم. مسئله دومم
مقررات بوروکراسی طولانی هست که در بعضی ادارات متاسفانه تا هنوز وجود داره. حالا خیلی راحت بگیم، همین اداره ترافیک راهنمایی رانندگی، شما خودتون راست بگیم، لیسانس رو معمولا چرا به دلایل ها میدین که تمدید کنه، چی گواهینامه تونه، چی هم خط جواز سیر تونه. باور کنید این اداره اونقدر پیچیده که یک نفر خودش اگه بره ممکنه مدت ها در اون اداره بگرده نمیدونه کجا رسیده. مشکل این پیچیدگی در ساختار اداری شده، در ساختار اداریه سیستم اصلاح نشده. در نتیجه شما که خیلی خوب، چی بهتره 5000 افغانی یا 10000 افغانی یک نفر دلال میدیم، اون کار ما را انجام میده. حتی ممکنه خیلی وقتا امضایی تو لازم باشه، امضایی تو هم انجام میده. از این فرسودگی در ساختار تنها در ترافیک یا در تمامی نهادهای حکومتی وجود داره؟ ما میخواییم این رو بگویم که در بعضی ادارات اصلاحات آمده، اینطور نیست که اصلا نیامده باشه. مثلا اصلاحات اداری خیلی چون سیستم جدید بود، خارجا نظارت میکرد، خیلی پیچیده نبود. ولی مثلا سرانوالی تا هنوز هم سیستم قدیمه. اما جاهایی که اصلاحات آمده، این اصلاحات چه زمانی آمده؟ در حکومت‌های پیشین یا در حکومت جدید؟ در حکومت جدید. در حکومت جدید اراده‌ای داشته؟ در حکومت جدید به وجود آمده، تا یک حد اراده داشته. به من خاطرم فساد به نظر من چیه؟ نسبیه. در بعضی ادارات خیلی مردم راحت کارش را انجام میتونه بده، ولی بعضی کارا، بعضی ادارات مجبور به اراده قاطع شک داشتن. اراده قاطع ما بحث نداریم که اراده قاطع ممکنه دولت افغانستان نداشته باشه. ما این اصرار اصلاحاتی نسبی که اومده میتونه ریشه در اراده داشته باشه، بلکه به خودی خود راه نمیفته. یک قسمتش هم اراده خارجیه. بعضی موارد هم هست که خارجی ها میگه اینی سیستم شما اجرا کنید، اگر اینی سیستم اجرا نکنید، مثلا همین معاشای اصلاحاتی دارید، سوپر اسکیل معاشی، مثلا ERTF، CBR، اینا رو مدت ها خارجی ها نظارت میکنه. البته فکر میکنم در دوره جدید خیلی نظارتش قوی نیست. نظارت میکرد، میگفت آقا اینی کارا رو انجام بدید، بعد این معاش رو بدید. خارجی ها ریگی در کفش نداشتند. خارجی ها میتونه داشته باشه. میدونید خارجی هایی که به بار آقا شهیدپور در 2001 آمدند، از اون به بعد ما گواهی گزارش دادن. بگذارید یک دیگر خدمت شما اشاره کنیم. میدونید فساد مثل مرض مصری، مرض مصری چطوره؟ ما سلفا میکنی ایشان میگیره، ایشان اصلا نمیخوای مرض بگیره ولی میگیره. وقتی که شما و شما در همین اداره سه نفر مینشینیم، یکی ما فساد میکنیم، دیگه هم به حواس میفته، مگه چرا ما نکنیم؟ اونا داره بارش کشید، پول داره آورد، زندگیشو راه انداخت، آیندهشو بهتر کرد، زندگی بهتر خود برای خود فراهم کرد، چرا ما نکنیم؟ ما ماندیم، ما میگم آقا آدمی پاگم از گرسنگی داریم میمیریم. خب این مصریه. یک نکته دیگر بازم بگویم که ضعف نهادهای نظارتی هم یکی از عوامل اساسی فساد اداری. میدونید فساد اداری نهادهای نظارتی چند بُعد داره. یک بُعدش اینه که مسئولیت اصلی نظارت بیشتر در سرمالی. ولی سرمالی افغانستان تعارف نکنیم، یکی از فاسدترین نهادهایه. ما تجربه داریم موارد را، حتی ما آمدن دادستان جدید و رهبری جدید، ولی در دوره جدید نبودیم، اصلا مسئولیت شما دوش نمیگیرم، ولی دوره گذشته را میدونیم موارد بوده که ما اصلا فساد گرفتیم، محول کردیم بهشون که این فساد هست، این آدم این کار کرده، شما اینو بررسی کنید. گفتن شما رو خدای رو بررسی نکنین، پیش ما نفرستید که سرانوالای ما ممکنه وضع خیلی خیلی بدتر از این بکنه. یکم بگذارید که ما چند تا نکته دیگر هم خدمت شما بگم. بعد مسئله دوم که جناب استاد اشاره کرد، یک نهادهای موازی نمیتونه مشکل حل کنه. شما یک نهاد داشته باش، اون نهاد پاک نگه دار، اون نهاد اصلاح کن، اون نهاد بهسازی کن. تدارک ملی را آورده ایجاد کرده و تمامی مدارک و قراردادها را جمع کرده، تلاش روز میکنه. هر روز کمیسیون مبارزه با فساد اداری، استراتژی مبارزه با فساد اداری، نمیدونم قانون اداره عدلی و نمیدونم چی، اینا رای حل نیست. اما یک نهاد مسئول قانون اساسی اون مسئولیتش تعریف کرده، اون نهاد صلاحیتش رو بهش بدین و بر کارش نظارت بکنین و افراد فاسد از درونش بکشین، این میتونه اصلاح بکنه. چون این کاری چرا نشد در 3 سال حکومت وحدت ملی ایرک شما میگید نمیدارید؟ متاسفانه در گذشته هم نشد، در 3 سال حکومت وحدت ملی هم نشد. یک قسمتش هم اینه که حکومت وحدت ملی، ما یکم سریعتر بگم، حکومت شراکتیه. وقت در حکومت های شراکتی وقتی یک نفر تصمیم نمیگیره، یک مشکلی که پیش میاد اینه که طرف دیگری شریک
سری پای خود میکشه. میگه از این حرفای شما فهمیده میشه که مثلا دوستای ما رو شما دارید متهم میکنی. اینو حالا موارد دیگری هم هست که اگر لازم باشه خدمت شما اشاره میکردیم. حتی قضیه کابل بانک، قضیه سیمنتی غوری که گاهی مقامات عالی رتبه دولتی در این قضایا دست داره. تشکر برمیگردم آقای شهیدپور. بحث موجودیت اراده، اینو از عوامل، یکی از عوامل رنج بردن ساختارهای اداری افغانستان از فرسودگی و کهنگی گفتند، اما گفتند در برخی نهادها این اصلاحات آمده و آمدن اصلاحات و رافتیدن چرخه اصلاحات میتونه ریشه در اراده داشته باشد. شما با اراده در چه حد و پیمانه شک دارید؟ بس ما فکر میکنم که بس ما مبارزه با فساد اداری در حکومت فعلی باید باشد، درست؟ حالا اگر در حکومت فعلی هست، ما از یک قضیه کوچک صحبت نمیکنیم، که از یک قضیه کوچک حالا طبیعی است که در 360 ولسوالی یا شهرستانی که اینجا وجود دارد، طبیعی است که قضایا هر روز میرن و رسیدگی میشن و این یک کار کاملا ساده و عادی نرمال است. ولی در صورت نبود اراده میتونه اینا نمادین باشه، بی‌نتیجه باشه. ولی نتایج بوده. کجای از این مثلا شما میبینین که نتیجه بخش بوده و قضایای بزرگ و کلان؟ من نمونه اینجا یادداشت کردم. وزیر داریم در کانادا، لازم نیست نامش بگیریم. وزیر داریم در آمریکا، وزیر داریم در انگلیس، رئیس داریم فعلا در آلمانی. تمام از اینها هم قضایا دارن و هستن. نامش لازم نیست. رئیس برحال نه، وزرایی که وظیفه اجرا کردن، والا این نهادهایی را که پیشتر یاد کردیم نامی از اونها بردن به عنوان افراد اشخاصی که عامل فساد در ادارهشان بودن. در شرکت آریانا رئیسش فراری است، کابل بانک، دفانسان بانک رئیسش فراری است، یک وزیر از حج اوقاف فعلا در انگلیس زندگی میکنه است، یک تن از لوئیس آرنوارایی که اینجا بود حالا در جرمنی زندگی میکنه. حالا ایشا میگذاریم به ملت، اونها هستن میدانن به ملت. اینها کجا هستن پرونده از اینها؟ شما برین به عنوان فرد وکیل مدافعی شوین و وارد زندان ها شوین، همه 30,000 انسانی را که بندی شما میبینین در اونجا، در این 30,000 محبوس قضایشان که آمدن، 1% شما میبینین افراد اشخاص پایین رده هستن، یعنی 1% اگر بسای جرایم جناییشان نباشن، بسای فساد اداری اگر پیدا بکنین، اونها 1% بسیار افراد اشخاص پایین. به این بزرگانی که اشاره کردید زور حکومت نمیرسه، اینا زورمندتر از حکومت. بدون شک اونها از ما در قانون اساسی من در ماده 28 صراحتا عدم استرداد اتباعی افغانستان در پیوند با یک جرمی به کشور دیگری آوردیم. تقریبا این حکم در تمامی قوانین اساسی کشورها هست که اتباعیشان برای به اتهام جرمی به کشور دیگر نمیسپارن. هر کدام از این بزرگا که فرار کردن رفتن، چون پاسپورت اونجا رو داشتن، گفتن ما اتباعی شما هستیم و قضیه شان این گونه ماند. علل اینا ما جناب استاد پیشنهاد کردن که ما نباید در بحث کلی گویی ما فقط در بحث ایمان در این امر مبارزه جدی که مرکزی عدلی و قضایی ساخته شده، اول اینکه فقدان اراده سیاسی در حکومت موجود است، کلگی به این باور داره، موجودیت تکیگاه های قومی سمتی زبانی موجود است، همه به این باور دارن، تداخل وظیفوی در نهادها وجود داره، عدم از همه مهمتر جالب است عدم کارایی نهادهای مبارزه با فساد، عدم کارایی نهادهای مبارزه با فساد مانند محاکم سارنولی در مبارزه با فساد اداری. خب کسانی که حالا زورمندن و حکومت نتوانسته دست بکشه سر اونها، فکر میکنید مثلا رئیس سنا چند پیش گفت که مبارزه با فساد باید از ارگ آغاز شود، یعنی این نشان دهنده ای است که پشت پرده در کفش خود رئیس جمهور و اطرافیانش هم ریک هست. ما یک چیز به شوخی گونه بگویم، اگر از ارگ هم شروع شد و پار طرف پارلمان هم بره، حالا در پارلمان هم یک مقدار باید این مکس بکنه که اونجا نمیشه. شما یک فردی از پارلمان افغانستان میخیزه و دوستانش و همقطارانش هم متهم با گرفتن رشوه از وزرا و رؤسا میکنن. حالا هرچی بگندد نمکش زنن و از آن روز بگندد نمک. حالا اینها جالب است که دیک سیاه دیک سیاه دیگر رو تو سیاه میگن. من نمیدانم که این چگونه مبارزه است. من شک دارم بالای اراده سیاسی آقای اشرف غنی احمدزاده صادقانه بگویم. افراد اشخاصی که در خور چرا اراده نداره؟ در فساد زمینه برای درآمدهای شخص آقای غنی مساعد است چی؟ حالا این رد شده نمیتونه. به عنوان یک فردی که در حوزه علوم جنایی تحصیل کردیم، همه پدیده ها را بالاشون یک پرسش میگذاریم. ممکن است اشرف غنی احمدزاده از این بحث سود برده باشد.
شما بیاین بیاین کسانی بدونی حالا استناد کسانی میگن آقای غنی زمینه سازی داره، حتی با این اصطلاح که دزدی میکنه برای اینکه انتخابات آینده را باز هم برنده باشه. واقعا چون این چیزهایی میتونه موجه باشه. حالا ما میخواییم برای آقای اشرف غنی احمدزی بگیم بیاین صادقانه، اگر واقعا میخواین که مبارزه با فساد اداری بکنه، آقای رئیس جمهور صدای من رو بشنوین، بیاین از اطراف خودتون شروع بکنین، بگذارین اگر موفق نشدین، اگر خدای نخواسته شما ترور سیاسی شدین، اگر شما را حذف فیزیکی کردن، حداقل کارنامه ای اگر توان ندارین، حداقل عاجزانه برای ملت افغانستان بگین که شما نمیدید. از اطرافیان شروع بکنه که خود این شخص هم متهم است از طرف ملت. حالا خودش که مدعی است، بسیار سخت و شدید و صدا به صدای بلند حرف حدیثی برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان بلند کرده و میگه. یعنی با صداهای بلند چون میشه باور کرد؟ حالا میشه، خب امیدی بس برای این کار که ممکن است این کار را بکنه، ولی در عمل کار انجام نمیده، باز هم میگیم شک میکنیم بالای خودش. تشکر، دوباره برمیگردم. آقای نوری بیاید یک درنگی بکنید روی چند موضوعی که پیشتر اشاره کردید، نمونه گونه مثلا کابل بانک، مس عینک و دیگر نمونه ها. ما خدمت شما عرض کنیم، گفتیم یکی از اصلی ترین عواملی که باعث فساد اداره شده ایه که مقامات عالی رتبه و بالای دولتی در بسیاری مواقع از کارمندای متوسط حمایت و ساپورت، در نتیجه اینا حس میکنه که دستشون بازه و دست به هر کاری میزنن. قضیه مثل کابل بانک که از یک طرف مربوط به بخش خصوصی بود، یعنی ما نمیتونیم بگیم که خب این بخش اداری دولت مثلا افرادی را مستقیم نصب کرده اونا را هدایت داده، ولی حقیقتش اینه که کابل بانک قضیهش یک مقداری با مقامات عالی رتبه دولتی سر و کار داره. شما میدونید که دو نفر اولی قوه اجرایی که در واقع در رأس کل قوام هست، برادرش عضوی هم کابل بانگ هم عضوی سیمنت غوری هست. فساد سیمنت غوری رو خود وزرا در کمیته اقتصادی شورای وزرا مطرح کرد که فسادش کمتر از کابل بانگ نیست. وقتی اون نیست که ما قضیه سیمنت غوری برایش مطرح کنیم که این محمیل برای چی کار شده، این وقت اون نیست. ولی فقط این همین قدر میگیم که اینجا هم در همین فساد هم مقامات عالی رتبه دستشون دخیل بوده و نقش داشته و هست و این اطمینان برای افرادی که این فساد میکرده داده که شما کارتون انجام بدین، ما پشت سرتون هستیم، حتی اقل کاری که میشه شما رو ما میتونیم تبرئه کنیم، اگر دیگارا رو زوری ما نرسید این داریم حد میتونیم. خب یک قضیه مثلا چی کابلوان فقط فرنوت و اون خلیلای فیروزی میره، دیگارا هیچی نه، دیگارا هیچ نقش نداشت. یعنی مشکل این است که وقتی شما در فساد اداری میخوای مبارزه بکنی، خیلی وقتا الان نمیگم رئیس جمهورم اینطور هست، باز این متهم نشویم، خیلی وقتا در گذشته خیلی وقتا شما یک فاسدی که میگرفتی نگاه میکردید که ریشه های عرق در زمینه، بعد میگفت مجبور میشدی میگفتی دست برداری بابا، میخوای زنده بمونی، میخوای زندگی کنی، شما یک انسانی. خب در نتیجه این فساد یکی از ریشه های اصلی ریشه بر ای داره که مقامات عالی رتبه دولتی متاسفانه از فسادگران و فساد پیشگان حمایت میکردن. ولی یک نکته آخر بگم، حالا ای به عنوان حمایت از دولت غنی حساب شوه یا نشوه کار نداریم. میدونید فساد کم کم تبدیل به فرهنگ میشه. فساد ممکنه در اول مبارزه کردن بهش کار ساده باشه، ولی فساد وقتی تبدیل به فرهنگ شد او زمان ترکش سخته. نگاه کنید یک مامور عادی در ابتدا که فساد میکنه دستش میلرزه، میگه او این رشوه بگیریم چقدر گناه داره، خدای ما را ببخش. بعد این از باب عقل میته، علمای دین اینا رو مفهمن، عقل میته که آدمی که مستعصله از گرسنگی میمیره گوشت مرده را هم بخوره حلاله، میگه خب یه مزی باب میخوریم.
بعد کم کم نیام کنه چت خوشمزه است. میته چقدر خوشمزه بوده، ما میته هستیش میگفتیم بعد بوده، این کم کم عادت میشه، فرهنگ میشه. وقتی شما عادت کردی دیگه اون احساس گناه از بین میره. درست پس فکر میکنید احساس جرم بودن نمیکنه؟ زخم فساد در افغانستان عمیق تر از اوست که بشه امیدوار شد؟ دست کم ما در میان مدت حتی میتونیم کاهشش بدیم؟ ما تردید ندارم، تردید ندارم با توجه به این که در کشور ما ناامنی است. چون مسئله امنیت یک نکته را به خدمت شما توجه بگم که یکی از عوامل فساد ناامنی هاست. شما مأموری فاسد را دست نمیتونی یخنش بگیری، به خاطری که موقع در منطقه ناامن ما دارم چی اجرای وظیفه میکنه. شما میگم این فاسد بهتر از هیچیه. این یک نکته اساسیه و دولت هم توجهش به این مسئله بیشتر است که اول امنیت باشه بعد مبارزه با فساد. مسئله نکته دوم اینه که در این کشور فساد بسیار شیعنیت داره. کندنی نیست، کنده شدنی نیست. براحتی کندنی نیست. براحتی کندنی نیست. این بسیار بسیار. حتی ما خودم اصلاحاتی داری بودم. مردم سعی میکرد با یک روش های دیگه که ما کارش را مینداختیم. میخواست مثلا با یک نحوی روش پیشنهاد کنن. بس نهادی نشدن و فرهنگ شدن فساد در میان افغانستانی ها با باور شما کاملا بی پیشینه بوده؟ هیچ کشوری ما نداشتیم که به این پیمانه فساد را تجربه کرده باشه. چرا پاکستان از ما بدتره؟ همین هم هست. پاکستان اون یک خبرنگار خارجی مثال زده، گفت پاکستان چی دیدی؟ گفته بود که 150 میلیون دوز در کنار هم بسیار محترمانه زندگی کرد میکرد. این خوشم آمد. یعنی چی فساد وجود داره؟ شما برید در هر جای پاکستان پچاسکلدار یا چی از این همیشه طلب میکنه. اونجا هم هست، به این معنا نیست که نیست. ولی بعضی کشورها به هر دلیلی توانسته مبارزه کنه و البته که فساد هیچ وقت صفر نمیشه. میشه کم شد. به شدت میشه کم شد. ولی اما یک نکته هم خدمتشون اشاره کنیم که رتبه افغانستان نشان میده که خب آقای غنی یک گامی نسبت به جناب کرزی بلندتر برداشته. رتبه جهانی افغانستان نسبت به گذشته خیلی بهتر شده. اما 8 رتبه پایین بالاتر رفتیم هم خدای منو شکر میکنم. خیلی سپاس آقای شهیرپور. بحث منالا پهلوی دیگه میگیره، اما بسیار کوتاه به اشاره آخرشان درنگ بکنید. واقعا این رده بندی اخیری که شد و ما چند پله بالا آمدیم میتونه درست تلقی شوه و ما واقعا پیشتر رفتیم در مبارزه با فساد؟ من میخوایم بگویم که فساد در افغانستان، وقتی فساد گفته میشن حتما باید رشوه باشه. بله. خب اینطور نیست. همین که شما در یک اداره میرین و بعد براتون میگه فردا بیا، خودش فساد است. این که براتون شما را با شما یک کس دیگر وارد میشه و برازو چای میتن برای شما اصلا احترام نمیکنن، این خودش فساد است. فساد مادر ناامنی است، بدون شک همه قبول دارن. فساد رشوه نیست، فساد در تمام نهادها به گونه ای آلا کم یا زیاد وجود داره. من قطعا خوشبین با اون شعارهای آقای اشرف غنی احمدزی بودم، ولی حالا دیگر امید برای زین سعودی یک دو سه چند پله زیر من اصلا خوشبین نیستم با این مسئله. ما با داشتن ناتو، با داشتن آمریکا، با داشتن حالا حمایت هایی که در سال 2016 در دسامبر، نوامبر، اکتبر 2016 که در بروکسل شد، با اینها امید بسته بودیم برای اینکه ما میتونیم بسیار به سرعت پیش بریم. شما اینم چین در همسایگی ما اگر ببینیم، بعد از سال 1985 به طرف به اندازه پیش رفته. 85 95 2005 2015 33 سال میشه. در 33 سال کشور چی ساخته شده؟ شما می امارات متحده عرب در نزدیکی ببینید، نمی 33 سال ساخته شده. ما در 16 سال خوش جوی نداریم، سرک نداریم و فاسد به خاطر قوممان حمایت میکنیم، به خاطر زبانمون حمایت میکنیم، به خاطر حزبمون حمایت میکنیم و اینها رو میبریم در کنار خود در ارگم میشونیم و در کاخ سپیدار رو میشونیم و سرانجام خوش آمدیم که ما با این امر مبارزه کردیم. مبارزه در سطح پایین این چند پله عروج را باید نادیده بگیریم. حالا میشه خوشبین بود، ولی به این اندازه که در نسل من و توی از بین بره فکر میکنم که کار بسیار جدی و اراده قوی سیاسی کار داره. تشکر آقای شهیرپور. میم روی بحث دوم برنامه، این طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد را کسانی چیزهایی ازش در آوردند که اصلا بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان سیاسی آقای غنی است و شما به اراده سیاسی که شک کردید. آقای غنی نه در کل حکومت وحدت ملی به ویژه ارگ ادعاش است که این طرح واقعا
میتونه که درد فساد افغانستان را درمان بسنده باشه. ولی شما فکر میکنید که واقعا این بهانه برای سرکوب مخالفان سیاسی هست؟ متاسفانه از 3 سال حکومت وحدت ملی نشان داد که اینها تا میتوانند حریفان سیاسی خود متاسفانه حذف، حتی حکومت قبلی حذف فیزیکی میکرد، اینها حذف سیاسی میکنند. همه قدر فرق داره، فقط این حکومت یک ترور سیاسی وجود نداره، یعنی به سطح بسیار بالاش درو بسیار خوب مهره ها را خوب میتونستن از بالای تخت شطرنج بردارن. این حکومت ادامه ازمو حکومت است و امو افراد اشخاصی که بودن هیچ مهره ها تغییر نخواده همو ترست. من قطعا باور به این ندارم. پیشترم گفتم که اگر فرد رئیس جمهور با امو برنامه های انتخاباتیش آمده بود میامد میشه نتیجه خوبی بگیرن، ولی بسیار به سرعت افراد و اشخاص آمدن و در حوزه زی فکر زیر سمت سو دادن، به اندازه سمت سو دادن که یک قانون ثبت احوال نفوس توشیح کرد دوباره پس برگشتن. فکر نکنین که اشرف غنی کلام استخاره کرد و شب خیس و صبح گفت که نه امی به نفع ملت نیست. افراد اشخاص اطرافش برای زی فهماندن که این پیامدهای دیگری داره. من یک چیزی بر واضح براتون میگم، یک قومی در افغانستان همیشه مدعی نمی است که من مثلا بالای 60% در کشور هستم. اولا اینکه این هیچ آماری وجود نداره که نمی چیزی در افغانستان باشه. می آمدیم قانون ثبت احوال نفوس در 3 سال تطبیق می کردیم، بعد تکه از آب بیرون می اومد. حالا چه فرق میکنه من بدانم به عنوان یک تاجیک بدانم که من چند درصد در این کشور هستم، چه فرق میکنه و دیگران بدانن اقلیت و اکثریت این بحث هم مهم نیست اصلا. اقلیت اکثریت، حالا اگر یک قوم اقلیت باشه قوم اکثریت باشه اصلا حرفی نیست. ما انسانیم، ما در قبال هم با در پهلوی هم برادریم، ما مسلمان هستیم، ما در کل افغانستانی هستیم، به نام اینمی کشور شناخته میشیم، ما شهروند اینمی کشور هستیم. حالا اینمی را فقط یک تعداد آمدن متاسفانه این گونه مطرح کردن که اون ادعای 260 ساله ممکن است اشتباه ثابت شود. سرانجام به صحبتتان بیایم که این اطراف آقای رئیس جمهور، بزرگانی که اونجا به اصطلاح وجود دارن، فکر رئیس جمهور را محدود و محصور به متاسفانه به قوم خاصه کردن. شما ببینید بس فساد داریم. در حدود 15 تا 16 فرد رفته بود به پیش رئیس جمهور که بعد جنرال شوه، انتخاب میشه چند مهره خاص. ببین برام بگید در قانون، البته من در حوزه نظام نمیدونم، ولی حتما حد و مرزی برای ترفیع کردن وجود داره. یک فرد در 3 سال حکومت از دگروالی یا دگرمنی میره و دگر جنرال میشه 4 رتبه نظامی رو میگیره. کجای حکومت مبارزه با فساد است؟ مگر اگر این فساد نیست چیست؟ اگر بحث امتیاز است برای ما بفهمن بگن که فلان جنگ بردن به دلیل اینکه از خود شایستگی نشان دادن، سرانجام ما میگیم خوب است. حالا اگر هر فرزندی که آب از سرچشمه گلالود است، هر چی میچرخیم بازم برمیگرده به خود رئیس جمهور، خود رئیس تیمش. اطراف تیم رئیس جمهور، اطرافیانی که در اطراف رئیس جمهور هستند و اونها صبح وقت میرن. اگر به محور بحث دوم بچرخیم و بحث استراتژی ملی مبارزه با فساد که بهانه برای سرکوب مخالفان سیاسی هست، پرونده به نام اشچی آمد برای آقای دوستم و گفتن که توطئه و دسته همی اطرافیان و پیرامون آقای غنی هست برای سرکوب شخصیت آقای دوستم. بعدش هم اخیرا ما بحث آقای محمد هم میبینیم و بحثی که حالا باور ای هست که در قبال استادتا دسیسه چیده شد اما بی نتیجه ماند و همینطور دیگه. حالا گفتنیست که آقای غنی خود شخصا و بالاخره اطرافیانش آمدند بهانه های بجویند از مجاری فساد تا مشتهای کوبنده ای بکوبند به فرق مخالفان سیاسیشان، حالا در دولت هستند یا نیستند. از مخالفان سیاسی چی انتظار دارید؟ اونا باورشانی است آقای استادتا خود شخصا گفت که تدارکات ملی دوست هر کسی که است فاسد امو است و تمامی پولها از افغانستان از این مجرا و از این تونل میره به بانکهای خارجی. به نظرتون کدام یک از دو پهلو مستحق است؟ حامیداری قنداب بخو. حالا این بزرگانی که استراتژی را ساختن اینها حامی دارن در عرب و این هم بعید نیست که برای ترور شخصیت‌های یا حریفان سیاسیشان از این استفاده بکنن. دو پرونده را شما نام بردین، اینجا نهادهای عدلی و قضایی، حالا اگر به شکل باید و شایدش نیست خب وجود داره دیگه. من مدافعی و وکیل مدافعی هیچ یک از این پرونده ها نیستم، اما بین تحقیق شود و مکمل در خور مردم داده شود. باز اگر واقعا جرمی صورت گرفته هر فرد کسب الزامیت میکنه و نهادهای عدلی و قضایی میدانند برای کارشان. در بحث آخرش که برای یک فرد چیده شد و سرانجام آمدن،
بسیار مضحک و خنداور است. حالا اگر منی به عنوان کسی که بخوایم فرد سیاسی فرد را بخوایم حذف بکنم، چه نیاز است که من برم به خانه شخصی خود برم باز گوش ازو را با دندان خود مثلا بکنم؟ خب یکقدر نفر دیگه کم از ایجاده ها که این کار را در حق یک فرد بکنند. حالا اصلا این مضحک است یا خنداور است این حرف حدیث ها. و من تقریبا آقای غنی میگن چون این برنامه ها بی نتیجه و خنداور از آب درآمد، حالا وارد یک فاز جدید شدن. حالا این فاز جدیده که باز کردن، شما انتظار بکشین از ارگ ریاست جمهوری، از اون حلقه تنیده شده اطراف رئیس جمهور، هر برنامه امیدش و توقعش میره برای حذف مخالفین. بیاین صادقانه کار بکنن، بین از حداقل از 5 سال حکومتشان، از 3 سال حکومتشان تا 2 سال دیگه‌شم که ما پیدا میکنن، از این میارا بیت پاک بکنین. شما بین پرونده های گذشته را سرش خاک بگذارین برای ملت افغانستان تا یک حکومت صحیح بیه. از ارگ ریاست جمهوری هیچ چیز بعید نیست. هر برنامه‌ای که بتونن برای مخالفینش، حتی برای فرد شما که گردانده یک برنامه بسیار خوبی هستین و استاد برای ما، برای دیگرها بسیار به سادگی میتونن برنامه‌ریزی بکنن و چنان یک برنامه بریزن که اعضای خانواده خود انسان هم بالای شک بکنن، بگن شاید هم که این برنامه بالای زمین باشه. اینها رو من به این فکر رسوندم که باز یک تیم دستیسه‌گر و توطئه‌گر واقعا بر مردم افغانستان حکومت واسه آمد. من با تمام مسئولیتی که میگیرم از این صحبت خود میکنم، هر هفته از اول هفته میشن تا آخر هفته برای یک ماه برنامه‌ریزی میکنن که سه هفته بعدی اون ماه را او رو تطبیق بکنن، بالای کیها چه برنامه بگیرن. و اونم با روی کرده قومی که اشاره کردید. متاسفانه روی کرده قومی هم داره 1%. شما میایین حکومت رو ببینین، ما بالای یک قضیه که یک از دوستای ما شهید شد و در سالمی زدیار در روح شاد باشه و جوان مبارزه بود، حالا بالای قبر ازی نقد شما انتحاری روان میکنن. هیچ کس نمیدونست، من به عنوان یک دوستش نمیدونستم که جنازه سالمی زدیار در کجا جنازه میشه و جسدش جنازه میشه و اونجا میرن دفن میشه، ولی انتحاری میدونه و اونجا میایه و جای به جای میشه. نقد اگر در داخل کابل نباشه، میخوایم بگویم که حرف قرار دادن مثلا پایگاه ها و بخشین امو عبادتگاه های از برادران مسلمانمان و شیعیان، همه این میاره گمانه های وجود داره که از ارگ مدیریت میشه متاسفانه. پس اگر از ارگ مدیریت نمیشه، این مواخز بدون، اگر از ارگ مدیریت نمیشه، چرا این افراد اشخاصی که در حوزه کاریشان انفجار انتحار میشه حداقل برطرف نمیشه متاسفانه؟ تشکر آقای نوری. در خط میان ارگ و مخالفان سیاسی ارگ فساد چه نقشی داره که حالا بهانه برای سرکوب حریفان سیاسی فساد باشه؟ میخواستم بگیم که یکی از مشکلاتی که متاسفانه در کشور ما برای مبارزه با فساد وجود داره این مسئله. میدونین اگر حتی همین رئیس جمهور ما بگیم آدم جدی هست، واقعا میخواهیم مبارزه با فساد بکنه، باز هم مشکل وجود داره. فرض کن اگر یک کسی را گرفت از قوم هزار ما عصبانی میشم، میگم نکنم این هدفش اینه که هزار ها را بزنه. اگر یک کسی دیگر از یک قوم دیگه گرفت اون عصبانی شود. این یک مشکلی بسیار اساسیه که رئیس جمهور کرزی با اون شیوه محافظه‌کاریش علمی قصه را مدیریت کرد. برای کرزی مصلحت اولویت اول بود، نه فساد، مبارزه با فساد. و ای است که به نظر ما بعضی موارد درسته، ممکنه ما بگیم یک زن برای ما ایجاد شده که ممکنه اینجا نظری مثبت نداره حکومت، ولی به صورت کلی ما نباید اینطور تصور کنیم. من معتقدم که جنرال دوستم ما خیلی بهش احترام قائل بودیم. در بین قوم ازبک او یک اسطوره است، بین اون قومی که سالها ظلم شده ستم شده، ولی رفتاری کسی به عنوان معاون رئیس جمهور با اون شکل تحقیر آمیز و توهین آمیزی که بایش چی کرد، ما راستش همون شبیه هیچ شک نکن اون کردش دیگه خیلی بی‌انصافیه که حتی آمریکایی‌ها وقتی بنده خدا را آزمایش کرد گفت که مقعدش را پاره کرده، دیگه میخواستید حالا چیکار کنه؟ یعنی شما میگین که خودش بلند شده بچه ها رو گفته بزنم پاره کن که باری به جای خود برسانیم. این یک مقداری یا کنه یک دقدار خودسری هایی که در گذشته وجود داشته متاسفانه روی رفتار ما تأثیر داره و ما گاهی اصلا نمیتونیم دفاع کنیم. حتی در رابطه با معاون رئیس جمهور که حقش هم از معاون رئیس جمهور باید وظایف خود انجام بده،
ولی حتی خارجی هم استاد شد. گفته برادر اگر اینطور هسته که ما این همه کمک میکنیم، مالیات خود میدیم، بچه های ما کشته میشه، شما باید از اینطور آدم ها دفاع کنید، ما خود باید بکشیم. چه فایده داره؟ ما برای ما ارزش های انسانی خیلی مهمه. این ارزش های انسانیش نمی شد. اگر مثلا یه چیر مکشت، هیچ جامعه جهانی خیالش هم چی نمی شد که بگه او فلانی رو کشته. ولی او میخواست شخصیتش ابزار مناسبی برای آقای غنی است تا مخالفان سیاسیش رو عقب برانه. من میخوام بگم که مخالفین سیاسی هم ما این میخوام بگم که باید یک مقداری در رفتارهای خود ممکنه برای جمهور مخالف باشه، اشکال نداره و ما هم خیلی دیگاهی رو جمهور نمیپذیریم، ولی خیلی رفتارهایی را که بعضی مخالفین انجام میده اینا خارج از نزاکت، خارج از عرفه. این که بیایی مثلا شما به خودسرانه یک نفر بزنین و قول استاد گوش ببرین، خب اینا به نظر ما اینا یک مقداری بی نزاکتیه. ما احترام داره به نظر می آید. اونا که گوش که زخم شده که بریده شده و شکی وجود نداره و رحمت دیده. اما یکی اما یکی کی خود این آقا این کارو کرده، اما یکی کی کارو کرده ولی ولی گوش کن، ولی گوش کن، حکومت و مخالفانش واقعا فساد چه نقشی داره تا از طرح استراتژی ما می خوایم میره بگیم که اولا یکی از دلایلی که دولت نمیتونه با فساد مبارزه بکنه اینه که با جامعه افغانستان باید پیچیدگی خاص خودش هست، چون 40 سال در این کشور جنگ داخلی شده، مخصوصا جنگ‌های کابل که جنبه‌های قومی هم گرفت و او اثرش تا هنوز در قلب‌ها در ذهن‌های مردم هست و هر اقدامی را که رئیس جمهور حتی نمی‌گم که حتما هست، حتی اگر خالصانه هم انجام بده خیلی وقتا ممکنه توهم یا تصور ای به وجود بیاید که می‌خواد فلان گروه را حذف کنه یا فلان قوم را حذف کنه و این یک پیچیدگی خاصی داره که من فکر میکنم به مو خاطرم من خوشبین نیستم که رئیس جمهور غنی بتونه با فساد مبارزه کنه. ضمن این که ما بعضی حرفایی رو که استاد گفت تایید میکنم، این که مثلا رئیس جمهور وقت اعلان میکنه که در وزارت داخله ما افرادی را میبینیم که طی چند سال به جنرالی رسیده، ولی خود چرا این کارو میکنه؟ درسته رسیده و درسته این کار غلط انجام داده در زمانی مثلا کرده انجام شده، ولی همین کار شما چرا انجام میدی؟ خود موارد زیاد داریم دیگه که ما حالا 3-4 تا 5-6 تا مثال خیلی عینی آشکار داریم که جمهور تایی چند مدت بسیار کوتاه آمده جنرال شده. این چه منطق داره؟ تشکر را آقای شهیرپور برای برون رفت از این گودال سیاه به نام فساد که در بحث کردوی شما بزرگوار کردید. واقعا دورنما خیلی تاریک هست. شما چه چشم اندازی دارید و چه راه‌های برون رفت را پیشنهاد می‌کنید؟ بسیار خوب. می خواهیم کوتاه صحبت بکنم که در نشست بروکسل تصمیم به این شده که حالا وزرای خارجه باید یک نشست در سال 2018 در سعودی داشته باشند و کمک هایی که ادامه ام کمک های بروکسل اینها وعید و وعده به مردم افغانستان بدن. برای آقای اشرف غنی احمدزی یک پیام کوتاه دارم که فساد وسیله تهدید کمک های خارجی برای مردم افغانستان است. امیدوار هستم برای از این نه به شکل سطحی بلکه به شکل بسیار ژرف و عمیق دیده شود تا مبارزه شود. فساد اگر از ارگ ببریم به طرف پارلمان، فسادی نیست کسی رشوت بگیره. همین داشتن پلیت های واوجین در موتورهای همین بزرگا که اصلا اسناد ندارن و اینها در اصلا حق مردم افغانستان در گمرک دادن شده، این فساد نیست. چی است؟ همین راه های جاده هایی که منتهی خیابان های منتهی به خانه شان که میشن که آوردن سنگ ماندن، این اگر فساد نیست چی است؟ لطفاً بین برای برچیدن بساط فسادی داری در افغانستان از همین شب به بعد آقای اشرف غنی احمدزی تصمیم بگیره و هیچ نوع برنامه طرحی از اطرافیانش نسبت به مبارزه در امر فساد اداری واقع قائل نشه و ارزش به او قائل نشه، خودش آن چیزی که میدونه و میفهمه، از انسانها و جوانای نخبه این کشور از اقوام مختلف استفاده بکنه، سرانجام اینمی بحث تل استراتژی ملی را که حالا مطرح کردن به شکل بسیار درست و عقلانی و منطقیش در 2 سال حکومتش تطبیق بکنه، حداقل دستاوردی داشته باشند در سال 2018 در سعودی، دستاوردی داشته باشند در سال 2020 دوباره در بروکسل. خیلی ممنون. چند جمله در کمتر از یک دقیقه شما به عنوان جمع بندی. ما میخواییم بگیم خدمت شما که در افغانستان در طول تاریخ، ما اصلا نمیخواییم فقط محدود کنیم به حکومت کرزی، به حکومت دکتر غنی،
قبل از اونم ما فسادی بیش از حد داشتیم. فساد در این کشور جزء فرهنگ است، جزء عادات است، جزء آداب است، جزء رسوم است. ما در روستایی که زندگی میکردیم مالیات خود میدادیم، بعد اولش شام میدادیم بعد مالیات میدادیم. حتی داوود مأمورش میگشت که رشوه نگیره، ولی مأمور کفش را میانداخت، ما توی کفشش پیسه میانداختیم و میکشید تا مالیات ما را بگیره. و این به این معنیه که فساد در این کشور ریشه داره. یک مسئله. مسئله دوم اینه که یک مشکل اساسی که در کشور ما هست، براحتی هر کس نمیتونه در این کشور با فساد مبارزه کنه، چون یک شکاف‌های قومی در این کشور بسیار گسترده است و گذشته‌های تاریخی، محرومیت‌های تاریخی، تبعیض‌های گذشته خودش همیشه خود به یک نحو دیگه نشان میده. ما شک نداریم که در این کشور در گذشته‌ها تبعیض علیه گروه‌های قومی شدید بوده، گروه‌های قومی از حکومت دور بوده، امروز هم در سایه حمایت جامعه جهانی هست که دیگرا هم به حکومت شدید. خیلی سپاس از شما محمد امیر نوری و آرش شهیدپور، استادان فرهیخته دانشگاه، از حضورتان در این میز و سپاسمند بیکران از شما برای پایشتان پای این پرسوشنید آخر خط. تا درود و دیدار دیگر، شب و روز به کام و مرادتان. بدرود.